سلام دوشنبه 25 اسفند 93 16 مارچ 2015 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه معلمین در شهر کرد برای دومین روز تجمع اعتراضی مقابل استانداری داشتند همینطور در شیراز، یزد، آباد و کرمانشاه هم گزارش شده که معلمین تجمع اعتراضی داشتند برای افزایش دست در سال آینده و رفع تبعیض بین معلمین و سایر کارکنان دولت هشتاد کارگر کارخانه آلدا که سازنده یرقالات خطوط انتقال نیرو در دامغان هست سه ماه حقوق نگرفتند و پنج ماه هم بیمشون پرداخت نشده علت اصلی این است که وزارت نیرو تعهدات خودش رو عمل نمیکنه و پول نمیده در چه کارخانه هم پول نداره دلار به 3225 تومان رسید و ظرف یک هفته کاهش زیادی داشته گفته میشه غیر از تاثیر روانی مذاکرات که از جانب خیلی مقامات گفته میشه داره به نتیجه میرسه و در نتیجه عده نگران ارزان شدن دلارشون اومدن و عرضه میکنند اونها رو در نتیجه عرضه بالا در بازار پیدا شده ضمن اینکه یک عده هم ارزه میکنن پولشون رو به بازار بورس ببرن برای اینکه آخر سال قدری شاخصش افزایش پیدا کرده اما دلیل اصلی هم یک دلیل مهم دیگه هم عدم تقاضا در بازاره عدم تقاضا هم از جانب کسانی است که برای عید اگر سفر داشتند خرید ارز نمی کنند کمتر به مسافرت های خارج می و هم از جانب کارخانجات و مؤسساتی است که تصور می کنند اون طرف عید دلار ممکن است حتی ارزون تر بشه جوانی که در خرمشهر در مقابل شورای شهر دست به خودسوزی زد یونس اساکر نام داشته شهروند عرب ایرانی که به دلیل اینکه دکه میوه فروشی او رو شهرداری تخریب کرده بود دست به خودسوزی زد و بیش از هفتاد در سن بدن او سوخته و به احتمال زیاد زنده نمیمونه موضوع دوم اینکه آقای مهدی هاشمی فرزند آقای حاشمی رفسنجانی گفته میشه به پانزده سال زندان پرداخت جریمه نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی در دادگاه بدوی محکوم شده و البته 20 روز مهلت داره تقاضای تجدید نظر بکنه استاندار فارس اعلام کرده که عوامل حمله به آقای متحری شناسایی شدند و به قوه غذای معرفی شد. البته این برای اینکه از مسئولیت استاندار از سر خودش رفت بکنه خوبه ولی به احتمال زیاد اتفاقی نمیفته آنچنان که در مورد اسید پاشان اصفهان هم با وجود اینکه لیست سی و یک نفره ای منتشر شد در شبکه های اجتماعی که از اعضای پایگاه های بسیج بودن در اون اسید پاشی های اصفهان تازه فرمانده پلیس آگاهی میگه هرکس خبری از اسی پاشا داره ما رو مطلع کنه در مورد شیراز هم امام جمعه شیراز گفته این به رئیس مجلس حمله شد اشاره به حمله به آقای لاریجانی در قم انقدر بوغ و کرنا نشد که به آقای متحری حمله شد امام جمعه سابق شیراز هم سراحتا گفته که اینهایی که حمله کردند اوباش نبودند تعدادی جوان نمازخان و ولایت مدار بودند کاملا روشن و آشکار این حضرات اشاره می کنند که در واقع این حملات درست خودسرانه نیست اوباش هستند ولی نه به معنی رایجش بلکه اوباش در استخدام حکومت هستند که با سازماندهی سپاه و بسیج اون هم تحت نظارت بیت رهبری این حملات رو انجام میدن صد دوازده نماینده مجلس از آقای متحری حمایت کردند بالاخره آقای لاریجانی هم زبان به صحبت گشود و محکوم کرد حمله با آقای متحری رو البته با صد تا اما و اگر دیگی ای که ایشون گذاشته و از اون طرف هم صد نماینده مجلس نامه با آقای روحانی رو تا الان امضا کردند که خواستار از آقای یونسی به دلیل ایجاد ایران حراسی و اسلام حراسی شدن به دلیل حرف های چندی قبل ایشون موضوع سوم اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با سایت آرمان صحبت از این کرده که با آقای خامنه ای دیگه به اندازه سابق ملاقات نداره ولی دو هفته پیش ایشون دیده و ابراز نگرانی از مذاکرات هسته ای کرده و آقای خامنه ای به ایشون اطمینان داده گفته نگران نباشید دیروز آقای روحانی هم اینجا بود و راضی رفت اما نگفته که ایشون چگونه در واقع راضی شده و آقای خامنه ای تا کجا قول داده که چوب لایه چرخ مذاکرات هسته ای نگذاره ضمن اینکه آقای خامنه ای نشان داده فرد ضعیف و نفسی است که با فشار جناهایی که به او میاد حرفش رو عوض ممکن است بکنه آقای میچ مکانل رئیس مجلس سنای امریکا هم سراحتا دیروز سار نظر کرد که آقای اوباما در آستانه یک توافق بسیار بد با ایران قرار داره لذا موضوع مخالفت حضرات با دولت اوباما کاملا روشن شده بارها دولت اوباما تاکید کرده که قرارداد بد رو امضا نخواهد کرد و بدون قرارداد و امضا نکردن رو ترجیح میده به قرارداد بد و الان جمهوری خواهان سراحتا عنوان میکنن که آنچه که به مطرح شده قرار امضا بشه یک توافق بده لذا باید که متوقف بشه دوباره با اظهار نظر چند تن از نمایندگان دموکرات که گفتند آخر ماه مارچ آمادند تا به طرح آقای کرک رأی بدن که اختیار دولت رو میگیره و کنگره نظر خواهد داد راجع به هر توافقی با ایران رأی خواهند داد به این ترتیب دوباره تحت داره زنده میشه از سوی دیگه رئیس کارکنان کاخ سفید نامه ای رو خطاب به آقای کرکر نوشته و گفته این تصویب چون این مانعه دستیابی به توافق با ایران خواهد بود البته قاعدتا جواب امثال سناتور کورکر و مک... مکانل روشن خواهند گفت که اتفاقا میخوان مانع بشن برای اینکه این دو یک توافق بد میدونن آقای عراقچی از سوی دیگه رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات ابراز خوشبینی کرده که احتمال توافق الان بیش از پنجاه درصد شده اما آقای مجید تخت روانچی دیگر معاون وزارت خارجه که عضو هیئت مذاکره است عنوان کرده که ما فقط یک سند امضا می کنیم یک قراردادی که همه مسائل درش باشه اشاره به اینکه آقای خامنه ای گفته بوده دو مرحله و دو سند نباشه موضوع چهارم اینکه مؤسسه اتریشی که جایزه سالیانه ای رو قرار داده برای فعالین حقوق بشر در ایران به نام رها هیئت داورانش که به ریاست خانم شیرین عبادی است جایزه امسال رو به کیوان صمیمی بهبهانی فاران حسامی حکیمه شکری خسرو و مسعود کردپور اختصاص داده مجید مقدم که در آذر ماه بازداشت شده و در بند هشت زندان اوین در شرایط بدی است به شش سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده اتهام او شرکت در تظاهرات توهین به رهبری و داشتن تجهیزات ماهواره است مختار زارعی فعال سیاسی اهل سنندج و عضو اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد هم دیروز یک شنبه ظهر در منزل خودش دستگیر شده. پدر علی رجایی روزنامه نگار شجاع که نزدیک پنج سال در زندان به سر میبره دیروز درگذشت و باید دید آیا حضرات به او مرخصی خواهند داد که در ختم پدرش شرکت کنه یا نه موضوع پنجم اینکه آقای جان کری در ای که دیروز داشت حرفی رو زد که بسیار با واکنش در محافل خبری و سیاسی مواجه شد و این گفت که ما باید در نهایت با اسد مذاکره کنیم سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در انگلیس هم اعلام کرد که جنگ سوریه داخلی در سوریه و سرکوب مردم تا کنون بیش از دویست و پانزده هزار کشته بر جا گذاشته آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم عنوان کرد که داعش و اسد درویه یک سکه اما موضوع آخر اینکه جناب سردار سعید قاسمی فرمودند که وقتی من در مکه بودم یک نفر نیجریه‌ای به من گفت که وقتی شما تفنگداران بریتانیایی رو گرفتید ما سه روز شیرینی پخش میکردیم اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی